دوستای خوبم سلام، خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو با هم در مورد یکی دیگه از مقالات وبسایت هم صحبت می‌کنیم، می‌خونیم، ریاکت نشون میدیم و یه سری توضیحات کامل‌تر رو من اینجا بهتون میدم. عنوان مقاله اینه: میکروفون‌های کاندنسر و داینامیکس، تفاوت اصلی و کاربرد اونها. این مقاله رو میتونید توی وبسایت من پیدا بکنید، لینکش رو توی دیسکریپشن هم براتون میذارم. و اما اصل مقاله، ببینید ما سه مدل میکروفون داریم از حیث نوع ساخت. اصلا مورد اول هم همینه دیگه، میگه تفاوت یک، نحوه تبدیل صدا به سیگنال الکتریکی. اینکه صدای ما که داره از دهانمون خارج میشه امواج صوتی هست، این رو چجوری به امواج الکتریکی تبدیل میکنه اون میکروفون، سه تا روش اصلی داره. یک، توی میکروفون های داینامیک به یک صورتیه، توی میکروفون های کاندنسر به یک صورت دیگه است، توی میکروفون های ریبون یا ربن مایک هم به یک روش دیگه است. حالا این مقاله در مورد داینامیک ها و کاندنسر ها هست، به خاطر اینکه اینا خیلی متداول تر و معروف تره. ریبون این روزا خیلی متداول نیست، میکروفون های خیلی خوبیه ها، ولی استفاده های خاص داره. توی مقاله در موردش صحبت نکردیم. اینجا متنشو نوشتم که از نظر فنی چه کارهایی انجام میشه توی میکروفون. شاید برای شما جالب باشه، میتونید بخونید، مقاله رو باز کنید بخونید. شاید هم برای شما جالب نباشه، احتمالاً هم نیست. بریم سراغ موضوعات دیگه‌اش. تفاوت دوم در مورد حساسیت میکروفونه، اینکه اون میکروفون چقدر به صدا حساسه. آیا اگه من یک صدای خیلی آروم تولید بکنم، اون میکروفون این توانایی رو داره که بتونه بگیرش، یا نه اینکه من باید بلندتر صحبت بکنم تا میکروفون بتونه اون صدا رو دریافت بکنه، چقدر حساسیت داره. اگه بخوام این دو تا رو با هم مقایسه بکنم، میکروفون های کاندنسر که الان یه دونه خوبش جلوی من هست، اینا حساس ترین میکروفون ها به صدا هستن. شما اگه کاری انجام میدید که میخواید صداتون با دیتیل ترین و با جزئیات ترین حالت خودش رو داشته باشه، قطعا به یک میکروفون کاندنسر نیاز دارید. اگرم نه، صداتون نیاز ندارید، اون حالا کاری که انجام میدید به جزئیات صدا، به حساسیت خیلی بالای میکروفون اگه نیاز ندارید، باید از میکروفون داینامیک استفاده بکنید. این چیز جالبی رو من به شما بگم، این پنل های سیاهی که اینجا هست، اینا من به خاطر این میکروفون خریدمشون. وگرنه اگه شما ویدیوهای خیلی قدیمی من رو نگاه بکنید، به جای میکروفون کاندنسر میکروفون داینامیک من داشتم، شور SM58 داشتم، اون جلوی من بود. اون موقع از این پنل ها خبری نبود. گفتم این پنل ها رو خریدم، این رو درست کردم، بیچاره شدم، ولی خودم درستش کردم. برای میکروفون داینامیک که حساسیت خیلی بالایی به صدا نداره، من نیازی به این پنل ها نداشتم که محیطم رو از نظر آکوستیکی تریت بکنم. اما یک میکروفون کاندنسر که خیلی خیلی حساس هست، به کوچکترین جزئیات صدا حساسه، شما نیاز دارید که محیط خیلی درستی رو براش فراهم بکنید. به خاطر اینکه ما وقتی صدا تولید میکنیم، ریورب داره، بازگشت داره، ریوربریشن هم بهش میگن. یک میکروفون داینامیک خیلی براش مهم نیست، چون معمولا اون بازگشت ها و ریورب ها رو نمیگیره، اما یک کاندنسر تا ته اون بازگشت ها رو میگیره و اگه محیطتون درست نباشه خراب میشه صداتون. پس این هم از این. تفاوت بعدی توی قیمتش هست. به طور کلی میکروفون های کاندنسر قیمت بالاتری دارن نسبت به میکروفون های داینامیک، چون که مهندسی ساختشون سخت‌تر، پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر هست. مثلا همین میکروفون کاندنسری که من الان جلوم دارم، نویمن TLM-103 هست، $1,200 قیمت داره. میکروفون خوبی هم هست، جزو میکروفون های کاندنسر خوبه. شما بخواید یک داینامیک خوب بگیرید، میکروفون قبلی من شور SM58، یکی از معروف ترین میکروفون هایی که وجود داره، البته الان ندارم جلوی دست پام، فکر کنم تو کمد باشه چون گذاشتم شالا گوشه، اون با $100، با $100 میتونید یه میکروفون داینامیک خیلی خوب بگیرید. ولی میکروفون های کاندنسر دیگه مثلا خوبش رو میخواید بگیرید، میگه $1,000 شروع میشه، خیلی خوباش دیگه $3,000. بعضی از میکروفون هم که دیگه قیمتاشون خیلی بالاتره. البته اونا میکروفون های وینتجی هن که دیسکانتینیود شدن، یعنی دیگه تولید نمیشن، به همین دلیل خیلی گرون شدن. حالا بگذره. و توی قسمت آخره این ویدیو و مقاله در مورد کاربورد هاشون صحبت میکنیم که من چه جور کاربوردی باید داشته باشم که برم کاندنسر بگیرم،
چه جور کاربردی باید داشته باشم که برم داینامیک بگیرم. از کاندنسر شروع میکنیم. اگه شما مثل من توی یک محیط استودیویی هستید، اینجا از نظر صدا کاملا درست شده برای این کار. محیط استودیویی هستید، کاندنسر میتونید بگیرید. اگر به بالاترین و پرجزئیات ترین کیفیت صدا نیاز دارید، قطع به یقین کاندنسر باید بگیرید. برای دوبله، برای نریشن های حرفه‌ای قطعا کاندنسر. از اون طرف کجاها داینامیک بگیریم؟ اگه محیط خیلی تریت شده ای از نظر آکوستیکی ندارید، داینامیک بگیرید. برای کنسرت، برای آواز، برای جلسات، مراسم، جاهایی که نفر پشت میکروفون جلوی جمعی صحبت میکنه، قطعا اونجا باید داینامیک بگیرید، چون که خب صدای جمعیت ممکنه بیاد، صدای محیط ممکنه بیاد. اگر قرار باشه اونجا از کاندنسر استفاده بکنید، خب همه چی خراب میشه دیگه، همه جور صدایی رو شما توی میکروفونتون دارید. برای همین اونجاها هم میتونید از داینامیک استفاده بکنید. برای ضبط کردن سازها هم یه موضوع تخصصیه که هر مدل سازی رو با چه مدل میکروفونی باید گرفت. خود من تخصصی ندارم تو این زمینه، چون کارم با ساز نیست، کار من بیشتر با وکاله، نمیتونم کمکتون بکنم تو این مورد. ولی برای کارهای دیگه حالا استفاده های متداولش رو هم گفتم. و در نهایت نکته پایانی که میخوام بهش اشاره بکنم، اگر دنبال ضبط با کیفیت ترین صدای ممکن هستید، بهتون قویاً پیشنهاد میکنم که توی دوره آموزشی واکس تو وبسایت من هست شرکت بکنید. این دوره یک دوره به شدت خاصه، از این جهت که فکر نمی‌کنم تو کل دنیا همچین دوره‌ای وجود داشته باشه، چون که من علوم مختلف رو با هم دیگه ترکیب کردم، خیلی علوم زیادی هست. حالا من تو متن توضیحات دوره واکس هم براتون نوشتم. و یک دوره یونیک جهت دهی شده ای رو درست کردم که به شما کمک می‌کنه برای محتوای خودتون، پادکست، ویدیوکست، نریشن، هر چیزی، بهترین کیفیت وکال رو داشته باشید. این رو میتونید توی دوره واکس بهش برسید. خاص‌ترین دوره‌ای هست که من درست کردم و اگه به یک کارم افتخار بکنم توی دوران آموزشیم، این قطعاً دوره واکس من هست. پرفروش‌ترین دورم نیست، اما خاص‌ترین دوره‌ایه. من اینم از این. اگر سوالی دارید، پیشنهادی، انتقادی، هر چیزی، ممنون میشم توی همین یوتیوب یا توی وبسایتم برام نظراتتون رو بنویسید. اگرچه که توی وبسایت خیلی خیلی خوشحالتر میشم، چون که آدمای کمتری اونجا میرن. صحبت دیگه ای ندارم و موفق باشید.